سلام به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده دیدن سری دوم برنامه‌های آموزشی که در سازمان جوانان کمونیست در رابطه با یک دنیای بهتر برنامه حزب کمونیست کارگری تهیه می‌کنیم. آماده باشید اونو ببینید و به روال سری قبلی که مصطفی صابر رو در استودیو داشتیم، این بار هم ایشون رو به استودیو دعوت کردیم تا بخش دوم برنامه یک دنیای بهتر رو با هم پیش ببریم. همونطور که اطلاع دارید، برنامه‌های آموزشی سازمان جوانان کمونیست سعی میشه با زبان ساده و اجتماعی مفاهیم به اصطلاح ادبیات پایه‌ای تئوریک و سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران و کلاً کمونیسم رو توضیح بده. مصطفی صابر رو در استودیو داریم. به ایشون سلام میکنم و خوش آمد میگم مجدداً بهشون بعد از مدت ها. البته بله، متشکرم. خب همونطور که گفتم، ما در سری قبلی در بخش اول برنامه یک دنیای بهتر یک سری مسائلی رو که مسائل پایه‌ای و تئوریک بودن رو توضیح دادید شما، و الان در این بخش میخوام برسیم به قسمتی که یه مقدار ربط داره البته به بخش‌های قبلی، ولی من جهت یادآوری مختصر بگم که ما توی بخش‌های قبلی گفتیم که برنامه یک دنیای بهتر دو بخش داره و من اینجا مجدداً میخوام ازتون سوال بکنم که چرا دو بخش داره؟ خب دو بخش داره که به دلیل اینکه حزب کمونیست کارگری خواهان جامعه آزاد کمونیستیه، بدون دولت، بدون استثمار، بدون ستم، بدون نابرابری، بدون تبعیض، که انسان‌ها آزاد و برابر زندگی بکنن و هر وقت که بشه طبقه کارگر قدرت رو بگیره، مردم قدرت رو بگیرن و حزب کمونیست کارگری قدرت رو بگیره، یعنی مجموعه اینها قدرت رو بگیرن که برن جامعه جدید رو بسازن، بلافاصله اون برنامه و یا اون بخش اول برنامه رو به اجرا در میارن. منتها در این حال بخش دوم برنامه برمیگرده به اون خواستا، مطالبات، اقدامات اصلاحی که حزب توی همین جامعه موجود داره مطرح میکنه. البته اگر خود طبقه کارگر قدرت رو بگیره، مردم قدرت رو بگیرن، حزب کمونیست کارگری قدرت رو بگیره، همه این برنامه بخش دوم هم به اجرا در میاره. ولی اون بخش اول به هر حال فلسفه‌اش این هست که میخوای جامعه آزاد کمونیستی رو برقرار بکنی. بخش دوم مطالبات مشخصی که همین امروز مطرح میکنی. خب میتونید ارتباط این دوتا رو یه خورده مشخص در توضیح بدین؟ کاملا به هم مربوطن، اصلا جدایی ناپذیرن. حالا جهت اطلاع بیننده ها بگم، قدیما کمونیست ها مینوشتن بخش حد اکثر و بخش حد اقل. ما این سنت رو شکوندیم، گفتیم نه، همون بخش که بهش میگن حداقل هم مثلا همونقدر اساسی حیاتی روزمره به همه زندگی مربوطه و بدون اجرای اون و بدون متحقق کردن اون، مبارزه کردن واسه اون چیزایی که توی به اصطلاح بخش حداقل هست، نمیشه به اون بخش حد اکثر رسید. کاملا به هم مربوطن این بخش یک و دو. مثل این میمونه که شما یه هدفی رو واسه خودت تعیین کردی، میخوای از آ بری به ب، حالا میخوای قدمات رو تعریف بکنی که چطوری از این آ بری به ب. خب نمیشه این تعریف این قدم ها رو از اون کل نقشه اصلی جدا کرد، اینا یک مجموعه واحدن. خب من اینجا سوالی که دارم از شما اینه که در ابتدای همین بخش دوم ما با مثلا که قسمت همین رؤوس اقدامات و مطالبات اصلاحی رو بیان میکنه، ما با یه عنوانی برخورد میکنیم به اسم اصول و چارچوب عمومی. این به اصطلاح بخش میخواد چه چیزی رو روشن بکنه؟ این پیش از این که وارد خود این بخش دومه به اصطلاح برنامه میشین، که شامل نکات متعددیه، شاید اگه این نکات رو خلاصه‌ام بگم بد نباشه. مثلا فرض کنید ساختار و ارگانهای قدرت سیاسی، مثلا فرض کنید لغو بوروکراسی موافق مردم، مثلا عدالت قضایی برای همه، حقوق و آزادی‌های فردی و مدنی، یا مثلا فرض کنید برابری و رفع تبعیض، برابری زن و مرد، ممنوعیت تبعیض بر حسب جنسیت، یا فرض کنید برابری حقوق کلی ساکنین کشور، رفع ستم ملی، و فرض کنید در رابطه با مذهب، ملیت، قومیت، در رابطه با حقوق کودک، روابط جنسی،
سخت جنین، مسئله اعتیاد و مبارزه با اعتیاد، مبارزه با فحشا، خیلی همه تا قانون کار، قانون قوانین بیمه های اجتماعی یا مطالباتی که تو اون زمینه هست، خیلی نکات متعدد هست که امیدوارم تو این برنامه بهشون برسیم. اینا تو بخش دومه. در ابتدای این بخش دوم یک چارچوبه عمومی تعریف شده که همه این بخش دوم باز تو این چارچوبه عمومی باید قرار بگیره، که شما راجع به همون چارچوبه دارید، اصول و چارچوبه عمومی، که خود اینم باز من بدم نمیاد که اگه وقت باشه دونه دونه نکاتش رو بگم. این چارچوبه 4-5 پوینت در واقع، یکیش میگه برقراری یک ساختار سیاسی مبتنی بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت. یعنی هر چی ما تو برنامه بعد از این میاد تو بخش دوم، باید در چارچوبه این باشه که دائم امر حاکمیت مستقیم و مستمر مردم رو تامین کنه. دوش میگه که برقراری حقوق و آزادی سیاسی و مدنی وسیع بی قید و شرط، رفع هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، تابعیت، تعلقات قومی، ملی، نژادی، مذهبی، سن و غیره. این نباید خدشه دار بشه، این باید همیشه رعایت بشه. یا سهش میگه به اجرا در آمدن موازین اقتصادی و رفاهی و عمومی و یک قانون کار پیشرو که بالاترین سطح زندگی و رفاه رو تامین بکنه. رفاه یه چیزی که دائم هر چیزی که تو این برنامه میاد باید در خدمت رفاه باشه. یا سومش میگه، چهارمش میگه تصویب قوانین و اقداماتی که به سریع ترین وجهی و ریشه‌ای ترین شکلی افکار و راه و رسم‌ها و اخلاقیات ارتجاعی و تبعیض آمیز و حقارت آور رو برچینه و یه فرهنگ و ارزش‌های انسانی رو مستقر بکنه که هرچه آزادتر و آزاد اندیشانه تر باشه. مثلا اینا موازین عمومیه که قبل از شروع بخش دوم معلوم شده. و پنجمش اینه که برقراری موازین و قوانینی که ایران رو به یک کانون تقویت و حمایت از مبارزات آزادی خواهانه، معیارها و ارزشهای انسانی پیشرو و مبارزات کارگری و سوسیالیستی در سراسر جهان بدل بکنه. خب مصطفی ثابت، ما حدوداً یک دقیقه به پایان این بخشمون باقی مونده. یک، در رابطه با این پوینت آخری که گفتید، من این سوال پیش میاد که آیا این با صدور انقلاب، مثلا صدور انقلاب جمهوری اسلامی، مثلا نهش رفته؟ اولا جمهوری اسلامی انقلاب، وقتی میگه صدور انقلاب میخواد تروریسم اسلامی رو صادر بکنه، داره میکنه. نه، بحث سر این نیست، ولی بحث سر این هست که مثلا فرض کن جامعه آینده، حکومت آینده ایران، حکومت مردم ایران، حکومت کارگرای ایران مسلما علیه هر گونه تبعیض نژادی تو دنیا و براش تلاش میکنه، مسلما علیه هر گونه نابرابری و ستم علیه زنها هست و با قطعیت براش مبارزه میکنه و مسلما کانون دفاع از هر گونه آزادی خواهی، هر گونه ترقی خواهی در دنیا هست. اگه این نباشه که معلومه چرا بقیه مردم دنیا بعد ازش حمایت کنن که سر پا بمونه، واسه اینکه بالاخره توی دنیای امروز باید باز باشی، باید با همه دنیا رابطه داشته باشی و این حکومت فقط میتونه در یک ارتباط متقابل با مردم جهان، مردم آزادیخواه جهان، کارگرای جهان زندگی بکنه و پیش بره. در نتیجه تبدیل میشه خواهی نخواهی به این کانون. اوکی، خب میرسیم به پایان این بخش، یه آنتراکت کوچولو میدیم و بعد ادامه خواهیم داد در بخش‌های بعدی. با ما باشید.